اصطلاح چپکوک و راستکوک. بسیاری موارد از من سوال شد در مورد اینکه راستکوک چیست و چپکوک چیست. اصطلاح راستکوک و چپکوک یک اصطلاح بسیار قدیمیه که میشه گفت بعد از دوره قاجار باب شده و شاید دلیل این بوده که چون دسته ساز معمولا رو به بالا قرار میگرفته و زاویه یه مقدار رو به تعالیب داشته در سازهای دستاندار، معمولا ما راست سیمهای بم وجود داشتن و چپ سیمهای زیرتر، و وقتی ما برای خواننده‌ای از سیمهای بالاتر استفاده میکردیم میگفتیم این راستکوکه یا داریم دستگاه راستکوک میزنیم، و اگر از سیمهای پایینتر استفاده میکردیم مثل سیم اول در ستار میگفتیم چپکوکه. بر اساس این تعریف راست کوک معمولا برای خوانندگان مرد استفاده میشه و چپ کوک برای خوانندگان زن. این اصطلاح البته بسیار دقیق نیست. در موسیقی غربی یک طبقه بندی بسیار دقیق تری برای طبقه بندی صوتی از جمله سوپرانو، آلتو، تنور و باس و بعد حالا کنتر باس یا اون طرف مزو سوپرانو یا باریتون استفاده شده که دامنه صوتی اینها از نوتی تا نوتی دیگه دقیقا مشخص شده رنج. ولی به طور کلی معمولا خانم ها چون زیرتر میخونن بهشون میگیم چپکوک و آقایون چون بمتر میخونن میگیم راستکوک. البته ما خوانندگان مرد راستکوکی هم داشتیم و داریم که معمولا این خوانندگان به دلیل اینکه حالا در ایران حرمت صدای زنان وجود داشته مورد توجه قرار گرفتن در دوره هایی، و اینکه معمولا بسیار از خوانندگان مرد سعی میکنن در رنج صدای بانوان بخونن، یعنی در راستکوک بخونن و از یک فن خاصی برای صداسازی برخوردار هستن که خیلی هم قابل توجهه و بسیار بالا میخونن، مثل بسیار از کارهایی که استاد شجریان کردن یا مرحوم ایرج بسطامی، و در رنج چپکوک به اجرا پرداختن. به طور کلی وقتی بخوایم شور رو بررسی کنیم، شورهایی که در سیم زر در دستان اول قرار میگیرن تا حدی میتونیم بگیم شور راستکوک هستن، مثل شور سول یا مثل شور لا یا مثل شور سی. اما شور دو، شور ر و شور می رو به شور چپکوک میگیم. شور فا هم قابل اجرا هست که معمولا اون رو در رنج راستکوک در نظر میگیرن. بر همین اساس متعلقات شور هم چیده میشن. مثلا اگر ما عبارتهای لاکورون بخوایم اجرا کنیم میشه راستکوک، عبارتهای رکورون بخوایم اجرا کنیم میشود چپکوک، یا افشاری دو افشاری راستکوکه، یا افشاری ره که در شور لا قرار گرفته. اما افشاری سول و افشاری لا و حتی افشاری فا چپکوک به حساب میان. همچنین دشتی ره دشتی راستکوک هست، دشتی لا دشتی چپکوک، یا بیات ترک دو و بیات ترک سی بمول راستکوک، بیات ترک می بمول و بیات ترک فا چپکوک. در دستگاه نوا اگر نوای دو میزنیم نوای راستکوک هستیم، و اگر نوای فا اجرا میکنیم نوای چپکوک به حساب میاد. سگاه لاکورون و سگاه سیکورون سگاه های راستکوک هستن، سگاه رکورون، سگاه میکورون، سگاه فاسوری، سگاه چپکوک هستن. همایون رکورون، همایون میکورون و همایون فاسوری چپکوک به حساب میان، اما همایون لاکورون یا همایون سیکورون یا احتمالاً همایون دوسوری اگر قابل اجرا بشه در ساز همایون راستکوک. همینطور چارگاه دو چارگاه چپکوک به حساب میان، چارگاه سول چارگاه راستکوک، چارگاه رب باز چپکوک به حساب میاد، چارگاه لا راستکوک. در ماهور هم ماهور سی بمول و ماهور سول راستکوک به حساب میاد، ماهور می بمول، ماهور فا، ماهور می بمول و ماهور دو ماهور چپکوک به حساب میاد. همچنین ماهور فا ماهور راستکوک هست.